بسم الله الرحمن الرحیم. در این درس و در درس های سلسله برنامه سلسله درس های دینی تان، درس امروز ما از نماز وتر آغاز می‌کنیم. نماز وتر واجب است و نماز وتر سه رکعت است. وتر واجب است نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اعتقادن و فرزن و عملا و فرزن و عملا، ولی سنت است سببا. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید در مورد وتر: الوتر حق علی کل مسلمین، رواه ابو داوود رحمه الله علیه. کتاب ابو داوود این روایت کرد. در وتر دعای قنوت خواندن در رکعت اخیر قبل از رکوع، بعد از اینکه الله اکبر گفته میشه خوانده میشه دعای قنوت، و در دو رکعت اول نماز وتر سوره فاتحه زمینی یک سوره دیگه خوانده میشه، ولی دعای قنوت خواندن نمیشه، بلکه دعای قنوت در اخیر نماز وتر خوانده میشه. خب، بدون از نماز وتر در نمازهای دیگر دعای قنوت خوانده نمیشه. اما امام شافعی رحمه الله علیه میگه که در نماز صبح نیز قنوت خوانده میشود، زیرا روایت را میگویند که از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در دعای قنوت در نمازهای صبح میخوان و برای قوم دعا میکرد. و اما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه که از ابن مسعود روایت میکنن که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک ماه مکمل در نمازهای صبح قنوت خوانده و بر قوم عاد دعا میکرد، ولی بعد از امی یک ماه یا مدتی که دعایش تمام شد دیگه هیچگاه در نماز صبح قنوت نخوانده. بنابراین ترک قنوت در نمازهای صبح به معنای عزیز که در نماز صبح قنوت خوانده نمیشه. و همچنان ما نمازهای سنتی و نوافل داره. نمازهای سنتی و نوافل دو رکعت سنت قبل از فرض صبح از جمله سنت هاست، چهار رکعت سنت قبل از ظهر، قبل از فرض نماز ظهر است، و دو رکعت هم سنت بعد از نماز، بعد از فرض نماز ظهر است، و دو رکعت هم سنت بعد از فرض نماز شام است، و همچنان دو رکعت سنت بعد از فرض نماز خفتن است ولی قبل از وتر، و دو رکعت قبل از نماز جمعه است، و بعد از نماز جمعه چهار رکعت دیگر سنت است. و نمازهای مستحب، نمازهای مستحب چهار رکعت قبل از عصر، چهار رکعت پیش از خفتن، و چهار رکعت بعد از نماز خفتن، و مکروه است زیاده از چهار رکعت در یک سلام خواندن. به این معنی شما یا دو رکعت نماز نفل بخوانین یا چهار رکعت نماز نفل بخوانین در یک سلام، و بیشتر از او مکروه از خواندنش نمازهای نفلی. خب، تشکر از شما در درس امروز اشتراک کردین. تا درس بعد، خداوند حافظ و ناصرتان.